سلام و خبر ده خوش آمدید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. تعهد سازمان ملل متحد بر پشتیبانی از بانوان افغانستان آمنه محمد میگد با شمار از کشورهای دیگر و حکومت سرپرست فشار خواهند آورد تا حقوق بانوان افغانستان رعایت شود. این سفر ویژه است چون هدف ارسال این هیئت به شمول من و رئیس بخش زنان سازمان ملل از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد به خاطر تعامل با مقام‌های کنونی از بحر دو ممنوعیت، یعنی ممنوعیت زنان از کار و ممنوعیت دختران از آموزش است. تأکید ایران درباره تامین حقابه اش از دریای هلمند، متقی میگوید افغانستان با معاهده آب هلمند متعهد است. حقایق می گفت که با در نظر داشت اهمیت آب باید تلاش صورت گیرد تا آب طوری مدیریت شود که ضایع نشود و حق ایران به آن برسد. بسته شدن برخی از شاهراها پس از برفباری ها. از طرف در برفباری های اخیر در 24 ولایت 124 تن جانهایشان را از دست دادند. هیواد ټولې لویې لارې د ترافیکو پر مخ د تګ راتګ لپاره خلاصې دي. یوازې د کابل جلال آباد لویې لار د ماهیپر په تنګي کې د واورې د اورښت له کبله په موقته توګه تړل شوې وه. با کشته شدن دو افسر پولیس پاکستان در حمله مهاجمان. من نصار نبیل هستم. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد به هدف تمرکز فعالیت‌های بشردوستانه به کابل آمده است. ارگ در تویترش نوشته است که معاون اداری ریاست وزرا با این مقام سازمان ملل دیدار و گفتگو کرده است. همزمان با این، وزارت خارجه در تویت گفته است که مارتین گریفیتس در دیدار با سرپرست وزارت خارجه نگرانی‌اش را در پیوند به تعلیق آموزش و کار برمان در افغانستان ابراز کرده است. با گفته وزارت خارجه، امیرخان متقی در این دیدار گفته است که سازمان ملل در نزدیک ساختن جهان به افغانستان نقش سازنده دارد و نیاز است تا دستاوردهای اخیر در افغانستان با جامعه جهانی در میان گذاشته شود. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در گفتگوی ویژه با تولا نیوز میگوید که این سازمان بر پشتیبانی خود از بانوان افغانستان ادامه خواهد داد. تامان محمد میگوید که با شمار از کشورهای دیگر به حکومت سرپرست فشار خواهد آورد تا حقوق بانوان افغانستان رعایت شوند و هدف از سفرش به کابل بر برده شدن حق آموزش و کار بانوان است. از طرف هم سخنگوی امارت اسلامی میگوید که حکومت سرپرست برای حل چالش‌های کنونی تلاش خواهند کرد. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در یک گفتگوی ویژه با تلونیوز هدف سفر هیئت سازمان ملل متحد به کابل را تعامل با مقام‌های حکومت سرپرست درباره رفع ممنوعیت‌های وضع شده بر بانوان و دختران افغانستان می‌داند. این مقام بلندپایه سازمان ملل متحد می‌گوید تا هنگامی که حقوق بانوان در این کشور رعایت نشود با حکومت سرپرست افغانستان گفتگوهایش را ادامه خواهد داد. این سفر ویژه است چون هدف ارسال این هیئت به شمول من و رئیس بخش زنان سازمان ملل از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد به خاطر تعامل با مقام‌های کنونی از بحر دو ممنوعیت، یعنی ممنوعیت زنان از کار و ممنوعیت دختران از آموزش است و تا ببینیم که چگونه میتوانیم این ممنوعیت‌ها را برگردانیم. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد کار و آموزش را حق بانوان می‌داند و میگوید که با شمار از کشورهای دیگر به گونه هماهنگ بر حکومت سرپرست افغانستان فشار خواهد آورد تا حق بانوان در این کشور برآورده شود. پیش از سفر به این کشور ما به شمار از کشورها رفته و مشورت داشتیم تا به گونه اجماعی فشار بر این حکومت وارد کنیم. اما امارت اسلامی در پاسخ به این سخنان آمنه محمد میگوید که تلاش ها برای برطرف شدن نگرانی کشورها و سازمان های جهانی درباره کار و آموزش بانوان جریان دارد. تشویش های خود را مطرح کردن و امارت اسلامی هم برشان اظهار داشت که تمام موارد ممکن که مطابقت با شریعت اسلامی داشته باشه ما گام های را میبرداریم. پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در کشور، بانوان و دختران در افغانستان از رفتن به مکتب ها، دانشگاه ها، پارک های تفریحی، حمام ها، کلاب های ورزشی، سفر بدون محرم و از کار کردن در نهادهای غیر حکومتی محروم شدند. اما تا هنوز درباره لغو این ممنوعیت ها تصمیم گرفته نشده است.
اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که افغانستان با یک بحران بی‌پیشینه بشری روبرو است. در یک گزارش تازه این نهاد آمده است که بحران بشری دستاوردهای 20 سال گذشته در این کشور را متاثر می سازد. همزمان با این اداره توسعه سیویس می گوید که افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر به کمک نیاز دارد و سیویس به کمک هایش به افغانستان ادامه خواهد داد. در این میان برخی از باشندگان پایتخت می گویند که سرمای زمستان و فقر مشکلات آنان را چند برابر ساخته است. احمد شو 50 ساله برای پیدا کردن نان برای خانواده‌اش کفش روزی می کند. می گوید که روزانه کمتر از 100 افغانی درآمد دارد و نمی تواند نیازهای خانواده‌اش را برآورده بسازد. روزمره 100 روپی که پیدا می کنم هیچ چیز نمیشه بر زمستان خود هیچ کدام چیز نگیرد. وی در این خانه با امکانات اندک با 5 عضو خانواده‌اش زندگی می کند و زمستان سرد را به هیچ آمادگی سپری می کنند. 4 تا کمپل تا سرخ من رازیم الما گرمیم. در خوراک نداریم، پوشاک نداریم، در سرخ جل نداریم، آوار کنیم. در همین حال اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در تازه ترین گزارشش گفته است که 17 میلیون تن در افغانستان در سال 2023 میلادی با گرسنگی شدید روبرو خواهند شد. در گزارش اوچا آمده است که از این میان 6 میلیون تن با بحران نبود مسئولیت غذایی روبرو خواهند شد. نبود زیربناهای اقتصادی و سرمایه گذاری ها از عوامل خیلی بولد یا درشت هستند که در دو سال اخیر یا یک سال و نیم باعث افزایش روزافزون و بیش از حد فقر و بحران بشری در افغانستان شده. از سوی هم رئیس اداره توسعه سیویس میگوید که کمک های کشورش به افغانستان ادامه خواهند یافت. سیویس از کشورهایی است که سالانه 33 میلیون دلار به افغانستان کمک میکند، اما پس از روی کار آمدن امارت اسلامی فعالیت هایشان را در افغانستان متوقف ساخت و اکنون ارزیابی هایش را آغاز کرده است تا فعالیت هایشان را از سر بگیرد. ما تلاش میکنیم که از این کمک ها به منظور تقویت زیرساخت ها و تکمیل پروژه های اساسی استفاده بکنیم. در گزارش اوچا آمده است که پس از سقوط حکومت پیشین، کمک های توسعه جامعه جهانی به افغانستان که 75% بودجه به شمول بخش بهداشت را تشکیل میداد متوقف شدند. ایران بار دیگر خواهان تامین حقابش از دریای هلمند شد. سفیر ایران در افغانستان در دیدار با سرپرست وزیر خارجه امارت اسلامی میگوید که آب افغانستان باید به گونه‌ای مدیریت شود که ضایع نشود و حقابه ایران نیز از آن تامین شود. در همین حال امیرخان متقی به حسن کاظمی قمی اطمینان داده است که افغانستان به معاهده آب هلمند متعهد است. حسن کاظمی قمی سفیر تازه معرفی شده ایران در کابل در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی درباره حقابه ایران از آب دریای هلمند گفتگو کرده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه میگوید که در این دیدار سفیر ایران خواهان تامین حقابه کشورش از دریای هلمند شده است. آقای قمی گفت که با در نظر داشت اهمیت آب باید تلاش صورت گیرد تا آب طوری مدیریت شود که ضایع نشود و حق ایران به آن برسد. معاون سخنگوی وزارت خارجه میگوید که در این دیدار امیرخان متقی به سفیر ایران در کابل اطمینان داده است که افغانستان به معاهده آب هلمند که در سال 1351 هجری خورشیدی به امضا رسیده متعهد است. در این میان برخی از متخصصان آب میگویند که همساله افغانستان بیشتر از حق تعیین شده ایران حقابه میپردازد. هر کال دی همغه حقابه په اساس باندې وګور کول کیږي او حتی په ځینو کلونو کې حتی په زیاترو کلونو کې تر حقابه دوی ته زیات اوبه رسیدلي. نیاز است تا کمیسارهای آب هلمند دوباره به کارشان آغاز کنند و وسایل آبی تشخیص داده شود. رسانه های ایرانی گزارش دادند که رئیس جمهور ایران از وزیر خارجه و نماینده ویژه خود خواسته تا حقابه ایران از دریای هلمند افغانستان را پیگیری و آب مورد نیاز باشندگان سیستان و بلوچستان را تأمین کنند.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که برفباری های پسین شمار از شاهراه‌ها را بسته کرده است و رفت و آمدها در برخی از این بزرگراه‌ها مختل شدند. همسمر با این وزارت فواید عامه میگوید که در برفباری های اخیر در 24 ولایت 124 تن جانهایشان را از دست دادند. در این میان شمار از باشندگان کابل در هوای سرد از ریزش برف با گرمی استقبال میکنند و سرگرم بازی های زمستانی هستند. امروز کابل و شماره از ولایت ها در کشور شاهد بارش برف بودند. کودکان نیز در این روز نمی خواهند از بازی های زمستانی به بهره بمانند، هرچند هوا سرد و راه ها دشوار گذر شدند. اما برای شماره از کودکان این روز بسیار خوشایند است. برف بخشی از شهر کابل را به منظره های تماشایی مبدل ساخته است. اما شاید زیبایی این منظره ها از پشت پنجره های خانه های گرم خوشایند باشد، نه از پشت کلبه های سرد و فقیر نشین. اطفال و نوجوانان به واقعیت احساس خوشی میکنند که اگر محیط خوبتر باشد بگردند با لباس های گرم. در این پلاستیک کاغذ و کارتن چیزا را جمع میکنیم، در بخاری مثلا میسوزانیم یا گزاره میکنیم دیگر. گنجایشش نیست که چوب بخریم یا زغال بخریم. از سوی هم بارش برف شماری از شاهراه‌ها را در شرق کشور بسته است. هیواد ټول لوی لارې د ترافیکو پر مخ د تګ راتګ لپاره خلاصې دي. یوازې د کابل جلال آباد لوی لار د ماهیپر په تنګي کې د واورې د اورښت له کبله په موقته توګه تړل شوې وه. په ساحه کې ټیمونه موجود دي. همزمان با این سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که از اثر سردی هوا، سیلاب‌ها، آتش‌سوزی و گاز گرفتگی از روز 20 ماه جدید تا اکنون در 24 ولایت کشور 124 تن جان باختند. در هیواد په څلوریشتو ولایتونو کې 168 څخه زیات کسان شهیدان، له 50 څخه زیات هستوګنځي په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي. با این همه زمستان زندگی را برای هزاران شهروند نادار و فقیر دشوار ساخته است و آنان در انتظار کمک حکومت و نهادهای مدد رسان هستند. وزارت اطلاعات و فرهنگ از تمام نهادهای حکومتی می خواهد که در کار رسانه ها مداخله نکنند و با مشکلات رسانه ها از سوی این وزارت رسیدگی خواهد شد. معین نشراتی این وزارت می گوید که رسانه نیز مشکلاتشان را از راه وزارت اطلاعات و فرهنگ پیگیری کنند. در همین حال شمار از نهادهای پشتیبان رسانه ها به این باور هستند که مداخله نهادهای حکومتی آزادی رسانه ها را صدمه می زند. معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ به تلونیوز میگوید که نهادهای حکومتی نباید در کار رسانه ها مداخله کنند. او می افزاید که مسئولان این وزارت همراه با اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای تاکید کردند که یگانه نشانی برای رسیدگی به مشکلات رسانه ها وزارت اطلاعات و فرهنگ است. اطلاعات و فرهنگ وزارت ټول اړخونو ته، ټول دولتي ادارات ته، اسلامی امارت مجاهدینو ته روشانه کوي که چیرې د هیواد په هر ګوټ کې د رسنیو تخطی کوي یا دوی ځینې ملاحظې د دوی کړنو باندې لري، تر ټولو بهترینه او ښه لارې همدا د اطلاعات فرهنګ وزارت دی. شماری از نهادهای پشتیبان رسانه ها میگویند که باید پرونده های خبرنگاران و رسانه ها از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت ها و تخلفات رسانه ای پیگیری شوند و از مداخله نهادهای گوناگون دیگر باید جلوگیری شود. دست سایر نهادهایی که آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها را تا حد میتونه تضعیف بکنه باید کوتاه شود و همیشه خواستمایی بوده که باید کمیسیون رسیدگی به تخلفات موضوعات رسانه ای را پیگیری بکنه. از سوی هم شماری از خبرنگاران میگویند که رسانه ها با مشکلات زیادی روبرو هستند و باید به این مشکلات رسیدگی شود. مشکلات مالی که رسانه ها این روزها با آن دست پنجه نرم میکنه و نمیتونه بیشتر خبرنگارای خود ساپورت بکنه، مشکلات دیگر دسترسی نداشتن به اطلاعات است. عدم مداخله دیگر نهادها در کار رسانه ها و همچنان کاهش مالیات و دادن تبلیغات میتونه اندکی از مشکلات رسانه افغانستان را حل بسازند. بر بنیاد اطلاعات نهادهای پشتیبان رسانه ها در سال 2022 میلادی دو تلویزیون، 7 رادیو و یک خبرگزاری به علت مشکلات اقتصادی فعالیت هایشان را متوقف ساختند. ادامه خبر ده پس از میان برنامه.
برخ از باشندگان پایتخت از پرچاوی های دوامدار برق انتقاد می کنند و می گویند که زندگی آنان در این فصل سرما با مشکلات جدی همراه شده است. این باشندگان از حکومت سرپرست می خواهند تا در زمینه تامین برق دوامدار به مردم تلاش کند. با این حال شرکت برشنا می گوید که تلاش های رهبری این اداره برای وصل کردن برق واردات ازبکستان جریان دارد. هوای سرد و برفی کابل در چند روز گذشته نزدیک به 10 درجه زیر صفر و در هنگام شب به بیش از 10 درجه زیر صفر می رسد. باشندگان پایتخت از پرچاوی های دوامدار برق شکایت می کنند. در این روزا کلن برق نمی باشه، حتی در روز حدوداً 20 دقیقه ما برق نداریم، حتی موبایل های ما چارج نمی شد. کلی طفل داره، کلی اولاد داره، است. سردی هوا هم از برف هم می باره، نبود برق و بسیار مشکلات برای مردم خلق ده. با این حال رئیس شرکت برشنا کابل می گوید که امارات اسلامی بیش از نیم بدهی های حکومت پیشین را به ازبکستان پرداخته است و بر بنیاد قرارداد تازه حکومت ازبکستان باید برای افغانستان برق صادر کند. هغه مشکل چې د جمهوریت په دور کې د دې سره وو، د جمهوریت قرضې چې د دې پاته وي، لله الحمد په هغه کې زیات مقدار روپی ورکول سوی دی دیتا. با این وجود شماری از آگاهان سیاسی درباره قطع برق ازبکستان دیدگاه های گوناگون دارند. در همه شب و روز ازبکستان بر مردم خود هم برق کافی رسانده نمیتونه. در این حال استفاده احتمالی بیشتر از آب دریای آمو در پروژه قشتپه ازبکستان کم پریشان هم ساخته. بر بنیاد آمارهای رسمی افغانستان نزدیک به 2000 مگاوات برق نیاز دارد که تنها 400 مگاوات آن از منابع داخلی تامین می شود و نزدیک به 800 مگاوات برق از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می شود که اکنون واردات برق برخی از این کشورها به مشکل روبرو شده است. پس از رفت و برگشت ادامه خبر ده. مسیر کانال قشتپه به علت تخریب نشدن یکی از آبدههای تاریخی در ولسوالی دولت آباد و ولایت بلخ تغییر کرده است. مسئولان در شرکت انکشاف ملی میگویند با هماهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ مسیر این کانال را تغییر دادند. فرهنگیان این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ را می ستایند و خواستار توجه این وزارت برای حفظ و بازسازی میراثهای مهم در کشور هستند. کانال قشتپه که یکی از بزرگترین پروژه های انکشافی در کشور است، در این اواخر به علت تخریب نشدن یکی از آبدات تاریخی در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ، مسیر این کانال تغییر کرده است. مسیر کانال در یک موقعیت مشخص، نظر به موجودیت آبدات تاریخی، نظر به هدایت مقامات اداره انکشاف ملی با هماهنگی با وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ، تغییر مسیر داده شده. این آبده بسیار سالانه گردشگرای داخلی و خارجی برای بازدید از این یک درآمد بسیار از نظر بود اقتصادی بسیار خوب است. کافر قلعه یکی از آبدات تاریخی در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ است که باستان شناسان و پژوهشگران آن را به زمانهای قبل از اسلام به دوره کوشانیان ربط می دهند. در مجموع همین شهرک با خود از بنای تاریخی و یکی از آرامگاه یکی از اهل تصوف در اونجا قرار داره. آبده های تاریخی از جمله داشته های هر ملت است که هیچ قابل قیمت گذاری نیست. با آنکه کانال قشتپه به علت تخریب نشدن این قلعه تغییر مسیر داده است، اما شماری از باشندگان محل روزانه به دنبال پیدا کردن جواهرات دست به تخریب و کندنکاری های خودسرانه در این قلعه می زنند. افز و اراست از این میراث‌های فرهنگی نه تنها وظیفه دولت می باشد، بلکه وظیفه هر شهروند می باشد. تاریخی در اثر و یاد نور و در کانال در قشتپه هم کار شروع در دیدن لپار رازی ندید تا دلتابات لسوالی که انشال امنیت مکمل تأمین ده. به گفته مسئولان محلی، کار در فاز نخست کانال قشتپه به شدت جریان دارد و تا کنون نزدیک به 50% پیش رفته است. شمار از زنان بازرگان در دایکنده میگویند که فروش صنایع دستی آران به گونه کمپیشینه کاهش یافته است. جزئیات در گزارش. شماری از زنان بازرگان در دایکنده وضع محدودیت های پسین بر شغل و آموزش زنان را از علت هایی میدانند که بسیاری زنان از فعالیت های بازرگانی دست کشیده اند و این کار سبب کاهش و کمرنگ شدن خرید و فروش تولیدات دستی آنان شده است.
گشتیم اطراف دکان خیلی مکم گردیم، پرده کش کردیم، تمام شده که از بیرون دید نداشته باشه. کارمند زنانی خود اینجا آوردیم و کارمند مردانی ما در دکان دیگه میاد. گشت و گذار زنا از تحصیل از کار اینا وایسی میشه که کار نباشه. خب کار از من بیشتر لازم بهداشتی است، خود دکان مسلما سر زنا میچرخه. به دنبال شکایت ها از کاهش فروش و تولیدات محلی زنان در دایکندی، مسئولان محلی این ولایت می گویند که بر اساس قوانین اسلامی از فعالیت زنان بازرگان پشتیبانی می کنند. زنها در پرتوی قانون اسلامی حمایت می کنیم. انشالله برای زنها الحمدلله امنیت تامین است، مشکل نیست. هر بار که محدودیت ها وضع می شه، زنها بیشتر منزوی می شه، خانه نشین می شه و از جامعه بیشتر بر می گرده به خانه و این تاثیر مستقیم روی تجارت و کاروبار و همچنان خرید و فروش در بازار داره. این در حالی است که شمار زیادی از زنان بازرگان در دیگر ولایت های کشور نیز مصرف فعالیت های اقتصادی هستند و از نبود بازار فروش مناسب صنایع دستشان شکایت دارند. وقفه. هزاران تن در شهر بروکسل در اعتراض به بازداشت یک امدادگر بلژیمی از سوی نیروهای جمهوری اسلامی ایران تظاهرات کردند. این در حال است که این امدادگر بلژیمی در ماه گذشته از سوی نیروهای ایران به اتهام فساد، پولشویی، جاسوسی و همکاری با ایالات متحده آمریکا بازداشت و به 40 سال زندان محکوم شده است. مقام‌های امنیتی شهر لس آنجلس ایالات متحده آمریکا میگویند که در اثر تیراندازی فرد مسلح در جریان جشنواره سال نو قمری چینی‌ها در این شهر 10 تن کشته شدند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. پلیس لس آنجلس میگوید که فرد مظنون ابتدا از محل رویداد فرار کرد و زمانی که از سوی پلیس تعقیب شد، خودش را با ضربه گلوله کشت. بچن خبر دیگر. در 2 حمله جداگانه افراد مسلح ناشناس در ایالت های بلوچستان و خیبر پختونخوا 2 افسر ارتش پاکستان کشته شدند و 1 افسر دیگر زخم برداشته است. تا کنون گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. وزارت امور خارجه عربستان سعودی در اعلامیه ضمن اعلام این خبر گفته است که در حال حاضر سفیر این کشور در آمریکا، اتحادیه اروپا، نروژ، سویدن و فنلاند نیز زنان هستند. این در حالی است که عربستان سعودی در سالهای اخیر راه‌های زیادی را برای حضور و فعالیت زنان در اجتماع باز گذاشته است. در نتیجه فرو ریختن 1 ساختمان 5 طبقه مسکونی در شهر حلب در شمال سوریه، 13 تن جان باختند. مقام های سوریه می گویند که این رویداد به دلیل نفوذ آب در تهداب و ضعیف شدن پایه های این ساختمان رخ داده است. نیروهای امدادی سوریه در حال نجات گیرماندگان از زیر آواره های این ساختمان هستند. رئیس مجلس نمایندگان روسیه میگوید که اگر کمک های ایالات متحده آمریکا، ناتو و کشورهای غربی تهدید برای مسکو باشد، منجر به نبرد وحشتناک و فاجعه جهانی خواهد شد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا بسته تازه کمک های نظامی اش را که به ارزش 2.5 میلیارد دلار میباشد به اوکراین اعلام کرده است. فرستیدیم با پایان خبر 10 تا برنامه دیگر. خدا نگهدار و به امید آینده بهتر.